این صدای ما از رادیوی جهانی پارس است. دوستان عزیز بیننده سلام، با برنامه دیگه از سری برنامه های سوال هفته در منازل شما هستیم با برادر عزیز و گرامی خودمون کشیش محمد مدبر. کشیش محمد مدبر، خوش آمدید به برنامه ویژه ما و امروز خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. مرسی برادر عزیزم کشورش، من هم خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. اجازه میخوام که به شما بینندگان عزیز هم سلام عرض کنم و این افتخار بزرگی که این سیستم ها به ما اجازه میده که الان در منزل شما باشیم و رو در رو صورت در صورت با شما در مورد کلام خداوند و خداوندی عیسی مسیح صحبت کنیم. مرسی کشورش که به من این اجازه رو دادید. خدمتتون باشم. خواهش میکنم. همونطور که میدونید دوستان عزیز، ما وبسایتی داریم که وبسایت پرپاسخ است، www.porpasokh.com. به فینگلیش میتونید بنویسید پرپاسخ رو و این وبسایت رو مطالعه کنید. سوالات زیادی هست، حدود 436 تا سوال الان هست که بازم سوالات دیگه اضافه خواهد شد. میتونید مراجعه کنید به این وبسایت و به سوالاتتون پاسخ سوالاتتون رو پیدا کنید. الان کشیش مدبر عزیز، امروز سوال هفته ما که دوستان عزیز خیلی میپرسن و مخصوصا دوستان مسلمان خیلی میپرسن که در مورد این آیه از پیدایش است، کتاب پیدایش از کتاب تورات، کتاب پیدایش فصل 1 آیه 26 تا 27 که اونجا میگه آدم را، خدا میگه، میگه آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. و دوستان عزیز ما سوال میکنن که منظور از این که انسان شبیه خداست چیه؟ آیا خدا هم جسم داره، خدا هم چشم داره، گوش داره و مثل ماست، یا بله، یا منظور دیگه انسانی، بدن داره، انسانی داره، بله. یا نه، یا نه یه شباهت دیگه یه منظور. قطعاً جواب خیره که در واقع این شباهت انسانی، این صورت انسانی رو به خدای خالق دادن غلط هست، گرچه خداوند صورت انسان گرفت موقتاً برای اینکه اون عمل رهایی بخش رو توسط شخصیت دوم تثلیث خداوند ما عیسی مسیح اون راه رهایی انجام بشه، لازم بود که عیسی خداوند روی زمین بیاد موقتا جسم رو بگیره. نه، جسم رو نپوشه، جسم رو بگیره. جسم من فقط یادآوری میکنم پوشیدن خیلی آریاییه. عیسی مسیح خداوند 100% انسان شد، بله، جسم رو نپوشید بلکه جسم رو گرفت. بله، همونطوری که فرمودید خیلی زیاد سوال میشه و قبل از اینکه من به خداوندی عیسی ایمان بیارم برای من هم این سوال بود. بله. بله، برای بسیاری از هموطنان ما فکر کنم سوال این است. حتی در آغاز ایمانم خداوند رو شکر میکنم برای معلمین عالی که خداوند اون سالها به من هدیه داد. من اجازه میخوام که دوباره این آیه رو بخونم تا عزیزان بیننده که وقتی متن جلوشون نیست بدونن ما در مورد چی حرف میزنیم. همونطور که برادر عزیزم کشورش فرمودن، ما به کتاب پیدایش باب 1 آیه 26 میریم و اینطور آمده: و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نمایند. آیه 27 میگه: پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. سه موضوع هست، این سه نقطه در آیه 26 مخصوصا وجود داره که انجام این واقعه، این اتفاق، این عمل در آیه 27 اومده. میگه خدا او را آفرید، میگه آیه 27 میگه پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، یعنی انجام کار رو در متن یه جوری به ما خبر، با یک جمله خبر اعلام میکنه، مثل که ما یه گزارشی داریم اینکه بله انسان رو خداوند در فاصله آیه 26 تا آیه 27 آفریده. اما چه شکلی؟ سه نکته‌ای که در واقع اهمیت داره که تو آیه 26 ما بهش دقت کنیم کشورش، این هست که او به صورت شبیه ساخته شد،
شبیه خداوند، به صورت خداوند و شبیه خداوند آفر ساخته شد که حکومت کنه. پس اجازه میخوام که دونه به دونه این سه مورد رو با هم در واقع بررسی بکنیم. کلام خداوند میگه ما به صورت خدا آفریده شدیم. این صورت که خدا که در اون صحبت میکنه، ترجمه هزاره را اگر ممکنه شما ممکنه بله همین آیه رو ببینید، صورت رو ترجمه هزاره چه معنی از اون داره. بله فصل 21 باب 1 باب 1 آیه 26 و 27 آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازد. بله دقیقا همون لغتیه که ترجمه قدیم هست، ترجمه هزار هم همین پیشنهاد رو برای این واژه برای ما داره. ما به صورت خدا آفریده شدیم، یعنی ما عاقل و آزاد هستیم. خداوند عقل و اختیار رو در ما قرار داد مثل خودش. و میخوام یک لحظه ما در واقع از ایمان مسیحیمون یا از خدا باوریمون بیایم کنار رو نگاه کنیم. آیا آدم با عقل سلیم خدایی رو که عاقل نیست پیروی میکنه؟ این یک دو تا ویژگی های مهمه اوه. بله. خداوندی که در واقع عاقل داناست. داناست. بله. آیا خداوندی که آزاد نیست، از خود اختیاری نداره رو کس میتونه اصلا نه. کسی رو که آزاده بیافرینه؟ بله. نه حتی پیروی از اون شایسته نیست. بله. اصلا شایسته پیروی نیست. پس ما خداوند همون چیزی که در خودش بی نهایت عالی و نیکو درش وجود داشت به ما هم سپرد. عقل و اختیار بود. ما عاقل و مختار آفریده شد به صورت خدا. گفت ما او را آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. این ترکیب عقل و اختیار یه ترکیب ثابت و ماندگار بود، موقت نبود. اینکه انسان الان در کودکی اونو نداشته باشه و بعد بزرگسال شد اونو داشته باشه و وقت پیر شد از دست بده، یا برعکس در جوانی کودکی ما رو نداشته باشیم و در سن عقل، نه این ثابت و ماندگار بود. پس منظور جسمانی نیست، منظور این نیست که از نظر فیزیکی به هیچ وجه خدا دست داره، پا داره. بله به هیچ وجه. تصاویری رو که در واقع ادبیات کلاسیک یا در واقع نگارگران نقاش های سبک های مختلف برای تصور در واقع خالق فراهم میکنه، احتمالاً مرد مسنیه با بله. موهای بله. فقط سمبولیکه. بله. فقط سمبولیکه، یا برخلاف اون ابلیس شریر یا شیطان از یه خصوصیات که برای ما آشناست، فقط بله. برای ما آشناست. اما خداوند این خصایص رو که به انسان داد که به صورت او بود، عرض کردم خدمتتون که ثابت و ماندگاره. این نه تاریخ برداره و حتی باید بگم شاید متاسفانه گناه نیز برای اون اثر نذاشت. یعنی انسان پس از انجام گناه اون صورت خودش رو با خداوند که داشت، اون شباهتی که در صورت بود اون حفظ شد. یعنی انسان حالا انسان گناهکاریه که اختیار عمل داره. بله. و متاسفانه باید بگم عاقله. اون حالا میدونه خلاقیت داره. بله. اون در مورد شباهتشه که دو قدم بله. دیگه ما در مورد صحبت میکنیم. حالا ما یک انسان با یک انسان گناهکار روبرو هستیم، سقوط کرده که حالا صاحب عقله و این عقل رو برای اون شرارت و اختیار آزاد داره و هر چی که دلش بله. میخواد الان بله. انجام میده. اگرچه و زمان قبل از گناه اختیار آزاد او برای پیروی از خداوند بود، نه برای انتخاب اعمال شریرانه. بله بله. و اجازه بدید من پرحرفی ها همو کوتاه کنم برداورش بریم سراغ موافق شبیه ما. ما در مورد صورت او الان میدونیم که با در اختیار و عقل با خداوند با در صورت شباهت داریم، اما بگه موافق شبیه ما. این شباهت اشاره داره به اون عمل که ما از خداوند خالق میشناسیم، خلق و خلاقیت. یعنی خداوندی که اندیشه داشت
یک طرح و پروژه داشت، یک ایده داشت و اون رو خلاقانه انجام داد. بله. وقتی عیسی توی در واقع بیابان و در اون بوته مشتل با موسی روبرو شد، او خودش رو معرفی کرد، هستم اون که هستم. بله. من یک در واقع آماده انجام یک کار تازه برای تو هستم. خداوند خلاق هر روز کارهای او، هر روز فیض او. بله. در زندگی هر روز معجزات او در ما تازه میشه. این خدای خلاقه و ما رو هم شبیه خدا فرید و ما هم متفکر، اندیشمند، ما رو با اندیشه و خلاق آفرید. ما هم به شباهت خداوند دارای اراده و قدرت تصمیم گیری هستیم. برای همین نسبت به سایر موجودات بابت اختیار، بابت عقل، بابت خلاقیت، بابت قدرت اندیشه، بابت اراده و تصمیم گیریش متفاوته. برتری داره. برتری داره. و یک چیز دیگه ای که ما خیلی اونو دوست داریم گیریش برش و اون خیلی به شباهت خداست، احساسات و عواطف ماست. یعنی وقتی شما یک پورتری نقاشی، یک موسیقی زیبا، یک منظره بسیار، یک ساحل آرام می‌بینید، یک هیجانی در شما هست. وقتی می‌بینید یک پدر یا مادر بچه رو در آغوش کشیده، یا عواطف یک بچه رو نسبت، ما یک قیلانی داریم که اون از اون شباهت ما به خداست. به خداست، بله. وقتی شما یک اثر خلاقانه هنر رو می‌بینید و هیجان زده میشید و میگید فوق‌العاده است، چقدر عالی، اون شباهته. و این آیا این خدا رو محدود نمی کنه که ما میگیم خدا احساس داره و عواطف داره و اینا؟ من تصورم اینه، اجازه بدید کاملا به دور از همه باورهای مذهبی نگاه کنیم، اگر خدایی بدون اینها بود خیلی تکبودی بود. یعنی خدایی بود همین و نسبت به همه اتفاقات، همه مسائل بی تفاوت و در واقع عکس العمل یکی بود. شما چنین دوستی رو برای زندگیت انتخاب میکنید برادر؟ هیچ وقت. چنین کسی رو برای زندگی مشترک به عنوان همسرت انتخاب میکنه؟ هیچ وقت. آیا شاد بودید؟ یک قیاس ملفارقه، پدر شما اینطور بود یا مادرتون؟ هیچ احساسی به شما نداشت. این پرسپکتیو، این ابعاد مختلف، این عمق در اینه که خدا، ولی آیا این خدا رو محدود نمیکنه؟ اصلا، بلکه وسعت اون رو بیشتر میکنه. شما با خدایی روبرو هستید که هر لحظه شما رو غافلگیر میکنه. روی رابطهش، روی ارتباطاتش با دنیا. خدایی نیست که هر روز همون باشه و تکرار. اتفاقا این وسعت بیشتری به خداوند ما میده. ما در اندیشه و ذهن خلاق با او به شباهت او هستیم. ما در احساسات، عواطفمون و در اراده و قدرت تصمیم گیری شبیه او هستیم. در حقیقت در شخصیتمون به خدا خیلی شبیه است. همه اینا شخصیت ما را می‌سازد. بله، بله. ما ساخته شده از این موافق شباهت خداوند هستیم. بله. اون چیزی که بعدها به فیض مسیح ما در جلسات دیگه ای احتمالاً باید سراغش بریم در مورد جان هست. جسم، جان و روح که سه بعد یک انسان هست. بله. این جانه. خدا مثل همه موجودات که جسم داشتند به ما جسم داد و اون حیات که روح حیات و تمام جهان داد داده شد، اما به ما چیزی دیگه داد که شباهت و صورت او بود. بله، بله. این خیلی، این در مسیحیت واقعا بی نظیره. این چیزی که انتظار خداوند پس از گناه این است که دوباره ما برگردیم. بله. ما بعضی از شباهت هامون رو حفظ کردیم و مهمترینش رو از دست دادیم. ما شباهت روحانیمون رو، فکر کنید الان یک انسان عاقل آزاد که خلاق و اندیشمند هم هست. بله. اما برای شرارت. بله. بله. انسانی هست که عاطفه احساسات داره اما برای شرارت. هست ولی شبیه دیگه نیست. بله. او قدرت تصمیم گیری داره اما برای شرارت. خرابی. بله. بله. و ما به صورت خدا پس از گناه حتی به صورت خدا ماندیم. تنها شباهت روحانیمون رو از دست دادیم. و این ارزش خاصی به ما میده، نه به عنوان بشر. بله. به ما ارزش خاصی میده و برای همینه که ما مسیحیان اعتقاد به خودکشی یا کشتن دیگران نداریم، چون میگیم که کسی رو داری میکشی که شبیه خداست. اتفاقا هم خواستم و این ارزشی که ما به بشر میدیم. چقدر عالی. باب 9 کتاب پیدایش آیه رو براتون میخونم، باب 9 آیه 6.
هر کی خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خدا آفرید. بله بله، یعنی قطعی این ارزش انسانه. ارزش انسانی ما شبیه او هستیم. کلام خداوند به ما میگه، دو سه آیه قبلترش باب 9 آیه 2 به ما میگه، وقتی خداوند به نو و پسرانش میگه این بعد از گناهه، بله، میگه بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید، آیه 2 میگه، و خوف شما و هیبت شما بر همه حیوانات زمین و بر همه پرندگان آسمان، بر هر چه بر زمین میخزد، بر همه ماهیان دریا خواهد بود. بله، به دست شما تسلیم شده. هنوز حکومت بعد از گناه وجود داره. بله، هنوز. بله. ما جلوتر میبینیم وقتی گناه جهانی میشه، همه رو فرا میگیره، ما میبینیم این قدرت گناه توسط سلطه انسان و اون حکومت، قدرت حکومت انسان بر امور بله. هست که جهان را آلوده به گناه میکنه و طوفان نوح اتفاق میفته. درسته، درسته. من میخواستم پیشنهاد کنم اگر با هم بریم، شما مایل باشید، به رساله افسوسیان باب 4 آیه فوق العاده زیبایی داره. افسوسیان باب 4 آیه 24 هست، کش برش. بله، میگه و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. انسانیت تازه دیگه، نه ما در مورد انسانیت کنه صحبت نمی کنیم. انسانیتی که منظور کنه قدیمی نیست، اینو بینندگان عزیز ما خیلی خیلی خوب میدونن، عزیزانی که با ادبیات مسیحی آشنا نیستن، در مورد انسانیت کهنه باید بگیم انسانیت در واقع انسانیت گناه آلود، گناه آلود، نه انسانیت در واقع سنوات از او گذشته باشه. بله. انسانیت باستانی نیست. نه. انسانیت کهن یا کهنه منظور انسانیت ذات یا سرشت درست، صحیح تره درسته. بله. سرشتی که آلوده به گناه هست. بله، سقوط کرد. بله. 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 این خیلی جالبه، ترجمه 1009 جالب تر میگه. بله بفرمایید. میگه و انسان جدید را در بر کنید که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا باشد. در چی باشه؟ شرط داره. در عدالت، در پارسایی و قدوسیت حقیقی. ادبیات در واقع گرامر زبان فارسی، در واقع ویرایش زبان فارسی با ما میگه که این یه شرط داره. اگر اینطوری نباشی به شباهت خدا نیستی. نیستی، بله. ما شباهت خداوند، شباهت در خدا به خداوندیمون رو از دست دادیم. بله. از گناه در امور روحانی. بله. اما در سلطه ما موند، در حکومتی که میتونستیم انجام بدیم. بله. خدا به ما هدیه داده بود، ما در عقل و در واقع اختیارمون موندیم آزاد، موندیم عاقل، در خلاقیت و اندیشه و احساسات و عواطفمون موندیم، اما با محور شرارت. بله. خدا در آیه افسوسیان 4:24 دعوت هست که ما محوریتمون رو برگردیم به همون آمین. انسانیت که قبلا داشتیم. من میخوام یه سوالی هم با شما مطرح کنم. اگر من اینجوری بگم، اینجوری حرفشو بزنم، خدا میخواد ما رو برگردونه به شرایط باغ عدنی، اشتباه کردم؟ ما میخواییم در با مشارکت دائمی باشیم. بله. ما در طبیعت تازه باشیم. بله. ما میخواییم بدون گناه باشیم. اون شباهتی که مد نظر. بله. هست. بله. خیلی پرت و دور نیست، نه؟ نه نه، اگر منظور همون محوطه جغرافیایی باغ نباشه و در. بله. ملکوت شرایط باغ عدنیه. بله. تمام قصد اینه، ما یه چیز رو خراب کردیم و خدا داره دوباره داره اصلاح میکنه. آمین. از طریق رهایی خداوند عیسی ما رو داره بر میگرده به شرایط باغ عدن. بله. نه به محله. دقیقاً. من فکر نمی کنم در هیچ مذهب یا ایده ای این چنین تصویری قوی وجود داشته باشه که بگه خدا انسان رو شبیه خودش آفریده. بله. من میخوام یه اعترافی به شما بکنم. من سالها در باور قبلیم در اسلام خیلی با غیرت زندگی کردم، به دلایل شخصی و کاری، حتی مطالعات داشتم در باور و ایمان قبلیم در اسلام. مدتی بدون خدا زندگی کردم، 7 سال، سراغ اول فلسفه غرب، عرفان شرق و این امور رفتم.
وقتی کلام خداوند رو شناختم، عیسی رو کشف کردم، بارها به خودم میگفتم هیچ نقشی از این کاملتر برای خلقت جهان نیست، هیچ چیزی صحیح‌تر نیست، هیچ چیزی، همه چیزش روی اصول هست و یک ترتیب، یعنی با یک استراتژی و با یک نقشه کاملا زیبا. بله خیلی خیلی که همه جاش از قبل بررسی شده. اصطلاحا میگن یک نقشه مهندسیه، یک طراحی فوق العاده هوشمند پشت این نقشه خوابیده برای رهایی انسان و برای طبعا برای خلقت. آیا این که انسان شبیه خداست از نظر اجتماعی هم میشه گفت که شبیه خداست؟ یعنی این که انسان موجودی اجتماعیه، آیا این هم میتونیم بگیم که شبیه خداست؟ شباهت های ما با خداوند اگر خیلی اهل تحقیق باشیم میبینیم همون جان جسم روح، بله یک حالت تشلیش داره. خداوند هم همینطور بوده. خداوند در حتی قبل از خلقت، فکر میکنم هفته قبل هم در موردش صحبت کردیم، حتی قبل از خلقت، قبل از اینکه هیچ چیز باشه که فرصت مشارکت باشه، برای خدای پدر خدای پسر بود، در روح القدس و برای هر کدوم از اینها دو بود دیگه این شخص در واقع تسلیس وجود داشتن و در یک مشارکت بودن. پس ما یک خدای اجتماعی داریم در حقیقت، بسیار خدای اجتماعیه که اصلا میگه خداوند ما رو آفرید برای رفاقت. بله وقتی ما میگیم مشارکت با خداوند، در واقع در ترجمه امروزیش باید بگیم رفاقت. بله خداوند ما رو برای رفاقت آفرید و ما از ما رفاقت انتظار داره. خداوند در واقع ما رو شریک خلقت خودش کرده، ما رو شریک آفرینش خودش کرده. آمین آمین. و وعده هست در رساله دوم پتروس هست، اگر سراغش بریم، نقشه اینه که ما رو به شراکت طبیعت الهی خودش بله درست گفتم. دوم پتروس از باب 1:3-4 من نمیدونم، خیلی وقت نداریم، اجازه میدید از روش بخونم؟ بله خواهش میکنم، خواهش میکنم. رساله دوم پتروس باب 1:3-4 اون ترجمه مطمئنم زیباتره ولی من از قدیم هم میخونم. چنان که قوت الهیه او همه چیزهایی را که برای حیات دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده، که به وساطت آنها وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریک طبیعت الهی. واو چقدر عالیه، شریک طبیعت الهی، شریک طبیعت الهی. بله یعنی اون چیزی که اون داره. وقتی میگن دعوت داریم که مقدس باشی چون پدر ما در آسمان است و دوست مقدس، ما دعوت داریم به اون شباهت. تعلیم اول و نهایی کلیسا این است که به شباهت عیسی در بیاییم روز آمین. به روز آمین. ما میخواییم شریک طبیعت الهی. برای همین من شما پسرانیم، بیننده های ما خواهران ما دخترانند. برای ما همکارانیم، ما وارثینیم. بله. اگر بله. اون طبیعت الهی، اون شراکت وعده نبود، چرا باید بله. وارث میشدیم؟ چرا بله. باید پسران و دختران که ارث به اونها میرسه؟ بله. دقیقاً. خیلی عالیه، خیلی عالیه. خدای عزت میبرم واقعا. خدای عزت میبرم. خدای داریم. افتخار برای من آمه. که چنین خدایی رو خدمت کنم. خدای داریم که یافت می نشود. بله، بله. خدا رو شکر. واقعا خدا رو شکر. دوستان عزیز بیننده، به پایان برنامه‌مون رسیدیم و فرصت کمی داریم که خداحافظی کنیم از کشیش محمد مدبر و میخوام تشویقتون کنم که به وبسایت پرپاسخ.com مراجعه کنید و سوالاتی که دارید به اونا مراجعه کنید و جواباش رو بخونید. خدا شما رو برکت بده و کشیش محمد مدبر عزیز، از حضور شما در این برنامه واقعا تشکر میکنم. واقعا لذت بردیم و برای من واقعا افتخاره که خدایی رو خدمت کنم که شبیه او آفریده شده و چه ارزشی به من داده و به جامعه بشری داده که ما رو شبیه خودش آفریده. اگر اینو به یاد داشته باشیم که هر کدوم از کسانی که دور و بر ما هستن به شباهت خدا آفریده شدن، رنج دادن اونها، بله. حسد در دیگه رفتار میکنه، اصلا تغییر خواهیم کرد، همه چی عوض میشه. بله دقیقاً. خدا شما رو برکت بده. مرسی همتون به شما برد. و دوستان عزیز در اینجا از شما خداحافظی میکنی و تا برنامه آینده، هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود. خدا برکتتون بده. خدا حافظ. خدا نگهدارتون.
فریاد داد و زفت فریاد. شیطان شکست با قدرت مهد مهگر دیدیست از خدا و هم او هللویا. پاره شاه پاره شاه هار از تا هفر او پایان داد و زفت فریاد. شیطان چی؟ شیطان شکست خود قدرت مهد مهگر دیدیست از خدا و هم او هللویا. پارش راه پارش شاهان از تا عبر. لای 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 قدرت محبت کردی ایساس خداوند او هللویا. پارشاهان از تا عبر او پایان دار و زفر یاد. شیطان شکست خود قدرت محبت کردی ایساس خداوند او هللویا. پارشاهان از تا عبر. لای 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 شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com